سلام یک شنبه 15 بهمن 91 3 فوریه 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اولین اینکه آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در اجلاس امنیتی مونیخ اعلام کرد که آمریکا آماده گفتگوی حضوری با ایران در پاسخ خبرنگاری که پرسیده بود کی این مذاکرات جدی میشه ایشون گفتش که هر وقت که رهبر ایران جدی باشه و خود ایشون هم مطرح کرد که به این ترتیب توپ در زمین ایرانه در همین حال آقای پنتا وزیر دفاع امریکا که همین روزها هم کنار میره در گفتگو با والستر جورنال گفته که ایران موشک ضد هوایی دوش پرتاب قاچاق میکنه تا میانه را بیسبات کنه و این قبیل موشک ها به دست تروریست ها فقط هواپیماهای های نظامی رو تهدید نمیکنه بلکه هواپیماهای های غیر نظامی رو هم تهدید میکنه به این ترتیب امریکایی ها توپ رو به زمین آقای خامنه یه انداختن و او رو بر سر دراهی قرار دادن که یا راه فعلی رو ادامه بده یعنی مسیر کره شمالی کردن ایران رو یا راه قذافی رو بره یعنی کوتاه اومدن و احتمالا هم اگر بخواد جلوتر بره دست از کار تروریستی برداشتن و بابت این همه کارهای تروریستی خسارت هایی که میلیاردها میلیارد در دادگاه های آمریکا تصویب شده رو پرداختن و نوشیدن جام زهر برای عقب نشینی در داستان هسته ای. شاید به دلیل همینی که آقای خامنه ای جام زهر رو نباید بخوره آقای علایالدین بروجردی گفته که مجوز صحبت با آمریکا رو باید شورای امنیت ملی بده در حالی که قبلا آقای صالحی وزیر خارجه گفته بود تصمیم شخصا با آقای خامنه است آقای صالحی درست میگه آقای بروجردی همچین اختیاری نداره شورای امنیت هم همچین اختیاری نداره ولی ممکن است که اگر آقای خامنه ای بخواد جام زهر عقب نشینی در داستان هسته ای رو سر بکشه اون رو گردن شورای امنیت ملی یا حتی مجلس بیاندازه داستان دنبال دار پرونده آمیا یا انفجار بم در مقر یهودیا در آرژانتین هم کماکان ادامه داره بعد از اینکه اعلام شد که وزرای خارجه ایران و آرژانتین توافق کردند که یک کمیته مستقلی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل بشه و به ایران بیاد و از متهمین که شش نفر از افراد رده اول حکومت ایران هستند بازجویی بکنه وزیر خارجه آرژانتین اعلام کرده که قاضی و بازپرس پرونده به این ترتیب میتونن به تهران برن به خصوص از آقای وحیدی وزیر دفاع تحقیق بکنن اما آقای عوض هیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرده که وزیر خارجه آرژانتین یهودی اصلا و قاضی و بازپرس پرونده نمیتونن به تهران بدن البته یکی دیگه از اعضای کمیسیون امنیت ملی گفته نه اشکالی نداره بیا در همین حال اعلام شد که سلیمان جاسم بوغیس داماد بن لادن و سخنگوی القاعده که پس از سقوط طالبان در افغانستان مدت‌های مدیدی در ایران به سر برده بود در ترکیه در یک هتلی در آنکارا دستگیر شده احتمالا آقای جاسم بوغیس اگر به لب سخن باز کنه مطالب زیادی رو از ارتباط القاعده با جمهوری اسلامی بر ملا خواهد کرد نکته دوم اینکه اعتصاب 400 کارگر پروژه متروی اهواز که از شنبه گذشته شروع شده کماکان ادامه داره شش ماه حقوق کارگرا طلب کارند و کماکان در مقابل ورودی تونر کارگاه دست به تجمع میزنند کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران هم اعلام کرده که حداقل دستمزد متناسب با خط فقر فعلی کشور باید یک و هشت دهم میلیون تومان قرار داده بشه این پیشنهاد رو به شورای عالی کار دادن برای تعیین حداقل دستمزد در ماه اسفند که این شورا تصمیم میگیره این خواسته خواسته به حق کارگراست که دستمزدشون متناسب با تورم کشور باشه و مثل خیلی کشورهای دیگه مثل برزیل یا ترکیه که تورم های اینچنینی در دوره هایی از تاریخ اقتصادیشون داشتن حتی ماه به ماه دستمزدها تعدیل بشه سایت باستاب خبر داده از اینکه یک دلال نفتی به اسم مرتزا زنجانی که به بابک زنجانی معروفه 900 میلیون دلار بر سر وزارت نفت کلاه گذاشته. این سایت نوشته که این فرد نفت رو قرار بوده تحویل گرفته به بشکه 110 دلار که قیمتش بوده به 106 دلار بفروشه و به جای اون ضمانتنامه از یک بانک در مالزی داده که بعدن معلوم شد اون بانک رو خودش به 8 میلیون دلار خریده بوده و اساسا اون بانک صلاحیت و ارزش دادن چون اون زمانتنامه ای رو نداره این فرد نفت رو ظاهرا فروخته ولی پولش رو پس نداده البته گفته که ممکن است بر اساس بشکه 90 دلار پس بده که همین مبلغ هم 300 میلیون دلار مابت تفاوت به جیب این آدم خواهد رفت بانک مرکزی هم مسئول اداره مقررات و مطالباتش مطالعاتش عنوان کرده که 142 درصد افزایش چک برگشتی در کشور داشتیم قبلا هم دبیر کل بانک مرکزی صحبت از روزانه بیش از هفتاد هزار چک برگشتی کرده بود قدس آنلاین هم خبر داده از اینکه سرقت های خرد و کلان در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و اصلی ترین علت اون بیکاری آقای آیت الله مکارم شیرازی هم در جواب سوالی فتوا داده به اینکه استفاده از خدمات تلفن تصویری شرکت راتیل حرام تحریم کرده و به قول ظریفی گفته بود که لابد حق حساب این شرکت نرسیده که اینطور به داستان تلفن تصویری داره حمله میشه به بهانه شرعی رئیس مرکز تحقیقات پزشک قانونی هم خبر داده از اینکه در نه ماه گذشته 492 نفر در اثر آلودگی برنج فوت کردند. ظاهرا علت اصلی آلودگی برنج ها استفاده از قرص های فسفیدی در انبار هاست برای اینکه این برنج ها انواع آفاتی دارند که اگر این استفاده نشه اونها خراب میشن. نکته سوم اینکه داوود احمدی نژاد برادر آقای محمود احمدی نژاد رئیس دولت عنوان کرده که در یک صحبت جنجالی اطرافی های برادرش رو یا همون جریان انحرافی که میگن گروهیشون رو وابسته به مجاهدین خلق گروهشون رو طرفدار سلطنت و گروهی از اونها رو بهایی لوژ انگلیس خونده که البته حرف کاملا بی‌معنا است زمنان ایشون آقای خامنه ای رو حسین زمان نامیده که قیامت از ما بابت ایشون سوال خواهند کرد آقای احمدی نژاد سرتیب محمد حسن نامی رو که قبلا معاون رئیس ستاد مشترک ارتش بوده و رئیس سازمان جغرافیایی و نقشه برداری ارتش به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرده این اولین باری است که یک امیر شاغل ارتش به مسئولیتی در سطح وزارت داره منصوب میشه دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور هم عنوان کرده که مسدودیت دسترسی به فیسبوک در کوتاه مدت به هیچ وجه برداشته نمیشه اما نکته چهارم این که محمد داوری معلم و روزنامه نگار و سردبیر سهام نیوز که در بند 350 اوین زندانی در نامه خطاب به آقای احمد خاتمی که روز جمعه مدعی شده بود که مخالفین هیچ سندی برای اثبات تجاوز و شکنجه در زندانها ندارند عنوان کرده که ما که شاکیان هستیم رو در زندان کردید و اگر راست میگید دادگاه علنی بگذارید تا اسناد و شواهد در اونجا ارائه بشه و همه ای ملت اون رو ببینند آقای خالد محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا در کردستان پنجمین دانشجویی است که در چند روز گذشته در کردستان دستگیر شده نکته یه پنجم که آقای معازل خطیب رئیس اعتلاف ملی سوریه با آقای لاروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیدار کرده قراره با آقای صالحی هم دیدار کنه لاروف آقای خطیب رو دعوت کرده به مسکو بره موضع آقای خطیب که با اسد می شود مذاکره کرد ظاهرا روسارو رو جذب کرده جبهه نجات مصر هم خواستار استعفای محمد ابراهیم وزیر کشور مصر شده به خصوص بعد از اینکه فیلمی در یوتیوب قرار گرفته که مرد برهنه ای رو نشون میده که در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما نکته آخر که من بابتش پیشا پیش باید از تمام خانوم ها عذرخواهی بکنم اون رو بیان میکنم اظهارات سخیف آقای علم الهداست که ایشون فرمودند که دادن سمتهای مردانه به زنان انحراف است و بعضی مسئولین در کمال وقاحت زن و مرد رو برابر میدانند پیشون به ایشون باید گفت که حکومت ایشون و امثالشون سرانجام هم به دست زنان ایران سرنگون خواهد شد دوش به دوش مردان کشور اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی